سلام و عرض ادب به تمام شما بیننده های عزیز، سه اشتراک کننده عزیز تلویزیون جهانی آرنا، به خصوص اشتراک کننده که امشب در مسابقه آی کیو اشتراک کردن، و تمام شما علاقمندان مسابقه آی کیو، خوش آمدید به برنامه خودتان. امشب هم در خدمت شما هستیم و ببینیم که کدام یکی از اشتراک کننده ها میتونن که امتیاز خوبی به دست بیارن و همچنان برنده مسابقه امشب شون. شما هم بیننده باشین، ما را تنها نگذارید. به طرف اشتراک کننده ها میریم و مسابقه را آغاز میکنیم. صفی‌الله رحیمی هستم، یک تن از فارغ التحصیلان پانتون کابل، رشته حقوق علوم سیاسی. امید نوری هستم، محصل پانزده اقتصاد و همچنان یک تن از اشتراک کنندگان برنامه آی کیو. سلام، عرض ادب خدمت تمامی بینندگان عزیز تلویزیون، خدمت شما دوستای عزیز. دکتر آسیف فرمولی هستم، موظف در شفاخانه علی آباد و همچنان صاحب مساعدات.com. خوش آمدین اشتراک کننده عزیز به مسابقه آی کیو. خدا کنه کاملا آماده باشین، امتیاز خوبی به دست بیارین و همچنان یکی از شما حداقل از برنامه برنده شوه و دست خالی نره بیرون. درست است؟ در نخست سوال عمومی از شما می داشته باشم، آخرین لشکرکشی احمدشاه ابدالی به هندوستان چه نام داشت؟ پانیپت. آفرین به خود صفی الله، جواب کاملا درست. و از خودت آغاز میکنیم مسابقه را. سی گزینه در اختیار خودت هست، سه گزینه در بین سی گزینه صفر هست. پس در نخست کوشش کن که گزینه که انتخاب میکنی با دقت باشه و همچنان امتیاز خوبی به دست بیاری. گزینه ها و انتخاب اولی که صفی الله میداشته باشه، کدام گزینه را انتخاب میکنی؟ شماره شش. شش را انتخاب میکنه، ببینیم چی هست در پشت گزینه شش. کارگردان های سینمای افغانستان. قبول. صفی الله، خود 30 ثانیه وقت داری، برام بگو نامی کارگردان چی است؟ فکر کنم دکتر واحد نظری باشه. دکتر واحد نظری. میشه که از یکی از فیلماش نام ببری برام؟ کدام فیلم کارگردانیش کرده یا کدام سریال؟ دقیقاً به یاد ندارم نامی فیلمش. ببینیم نتیجه را. مطمئن هستی نامی شخصیت همی از نامی کارگردان؟ ان شاء الله. سریال دکوند زوی یک از سریالای کارگردان هست. بله، حال میریم نتیجه را میبینیم. بسیار عالی صفی الله، تشخیصت کاملا درست و در انتخاب اولت خیلی دقیق بودی و تانستی که جواب درست برام بدی. امتیاز به دست آوردی. امتیاز صفی الله را میبینیم. 1000 امتیاز به خودت تبریک باشه. به طرف امید میریم و انتخابی که میداشته باشه در حال حاضر. کدام گزینه امید؟ شماره اول. یک را انتخاب میکنه، ببینیم. شخصیت های سیاسی افغانستان. قبول. رحمت الله نبیل. فکر کن وقت داری امید، هنوزم. یکتر از سیاست مداران جوان و رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان. رحمت الله نبیل. فکر کن امید، مطمئنی رحمت الله است؟ اسدالله خالد. نتیجه را میبینیم. آفرین امید، 3 ثانیه باقی مانده بود، خودت جواب درست برای ما دادی. حال میبینیم امتیاز ده. امید، 1000 امتیاز به خودم تبریک باشه. با صفی الله در اکسل قرار داره، ببینیم که کدامتان امشب در این برنامه برنده میشین. حسیب چقدر آماده هستی خودت؟ 100%. انشاءالله. بار اول است ما میبینیم اشتراک کننده ما 100% بالای خود باور داره. حداقل 100% مطمئن هستم که این سوال جواب خواهد داد. میبینیم ما هم گزینه ها. انتخابت کدام گزینه است؟ شماره 19. 19 را انتخاب میکنه، ببینیم چی است. شخصیت های سیاسی افغانستان. قبول. نام شخصیت سیاسی. حبیب سرابی، والی پیشین بامیان. مطمئن حبیب سرابی هست؟ 100%. ببینیم نتیجه را. بله. آفرین حسیب، به خودت. ما گفتم میرم که حبیب سرابی هست، میگه هم مطمئن است حبیب سرابی هست. کمی در تلفظ اینوی تلفظ باز کار خراب میکننی، امتیاز نمیتونی باز بدست بیاری. ولی خوب است جواب خود درست بود و خودم امتیاز بدست آوردی. امتیاز حسیب هم میبینیم که دلش نمانه. 1000 امتیاز به خودم تبریک باشه. هر سه اشتراک کننده ما فعلا در عکس قرار داره، شما هم بیننده باشین ببینید کدام یکی از اینا برنده مسابقه امشب میشه و رقابت هم دیگه طوری که شما بینید شاید سخت‌تر شده بره. صفی الله و گزینه ها. شماره 25. 25 انتخاب شد، میبینیم. اشیا. قبول. نام شایه برای ما بگو. ماشین تایپ. بگو همون هر چی ذهنت میاد چی هست؟ همین ماشین های تایپینگ سابقه هست.
ببینیم نتیجه را؟ ببینیم. نظر به جوابی که خودت دادی. آفرین. این دفعه هم خودت بازم تشخیص درست بر ما دادی. تایپ تایپستی بیشتری را به همی میگن. امتیاز صفی الله. 2000 امتیاز به خودت تبریک باشه. خیلی خوب پیش میرن اشتراک کننده ما. خدا کنه تا آخر برنامه هم تو باشن. میبینیم انتخاب امید کدام گزینه هست. 11. اشیا. قبول. چی میگن؟ تلفن هستی؟ بازم تلفن های سابقه هست. تلفن هست؟ آه تلفن خواست نام دقیق شده. تو حالا از این تلفن ها از نزدیک دیدی؟ نه خیلی. از نزدیک ندیدیم خود فیلم ها و در تلویزیون ها. پس جواب قطعی همی هست با ما که این تلفن هست. بله. مطمئن. ببینیم نتیجه را؟ ببینیم. نتیجه را ببینیم. آفرین امید. تشخیص خودم کاملا درست. تلفن سرمیزی بود نه؟ بله. که بیشتری به نوع کلاسیکش بود. زیاد در گذشته ها بیشتر کسایی که کمی با کلاستر بودن یا کلاسیک تر زندگی میکردن از تلفن ها زیادتر استفاده میکردن. امتیاز امید هم میبینیم یک بار. 2000 امتیاز به خودم تبریک باشه. به طرف حسیب میریم ببینیم کدام گزینه رو انتخاب میکنه. اما قبل از اون وقفه کوتاه. با بخش دوم مسابقه آیکیو خوش آمدید. نوبت به حسیب رسیده و گزینه هایی که باقی مانده ببینیم کدام گزینه را انتخاب میکنه. آیا میتونه تشخیص بده و خودش را به سطح صفی‌الله و امید برسانه یا که خیر؟ شما هم بیننده باشید. حسیب کدام گزینه؟ شماره 3. 3 را انتخاب میکنه. افغانستان شناسی. قبول. قصر سپیددار. کجا هست؟ قصر سپیددار. چی؟ قصر سپیددار. قصر سپیددار. مقر رئیس اجرایی افغانستان به گمان اغلب داخل ارگ ریاست جمهوری. آفرین حسیب، تشخیص کاملا درست. امی گزینه را که وقتی برات آمد دل نادل بودی که را قبول کنم یا نکنم، شک داشته بالای خودت نیکی؟ جای افغانستان جای بسیار تاریخی جالب هم داره و معمولا شاید زیاد شما نشناسم، از خاطر یک شک کردم. خوشبختانه جایی بود که میشناختم. بله. رفته بودی اینجا؟ نه خیر. نرفته بودی؟ خب خیر است. امتیاز حسیب هم میبینیم. 2000 امتیاز به خودت هم تبریک باشه. حال ببینیم که انتخاب بعدی صفی الله کدام گزینه هست. آیا میتونه باز هم تشخیص درست بر ما داشته باشه؟ ببینیم. گزینه دو را بگیریم که اول سوم گرفته شده و بین تنها مانده بیچاره. دلت میگیری یا نمی دوره؟ دوم سیز. انتخاب میکنن. پرچم ها. قبول یا رد؟ امتیاز داری، حق رد کردن هم داری و اگر میخوای قبولم کنی او هم بدلت. فلان هم خدا قدر پرچم ها زیاد است که آدم تشخیصش مشکل است. اگر رد کنیم؟ رد کنی هیچ تغییر در امتیاز نمی، ما میریم به طرف امید. امید دیگه گزینه انتخاب میکنه. قبول میکنی؟ قبول میکنی؟ قبول میکنه. پایی حد از خود گذشتگی. خب پرچم کدام کشور است؟ پرچم کشور بنظرم سریلانکاست. سریلانکا؟ مطمئنی پرچم کشور سریلانکاست؟ مطمئن؟ بلکل؟ بلکل. ببینیم نتیجه را؟ بخیر. نتیجه بسیار عالی صفی الله، آفرین به خود. تشخیص کاملا درست. بار سوم انتخابی که داشتی خوب بود، عالی بود، تشخیص درست برام دادی. چقدر خوشم معلوم میشی. امیال در کالای جایی نمیشی. والا خوب شد که امو به حساب جواب پیدا کردیم. کمک آدم ها کنفیوز میکرد با سپین چی؟ اسپانیا. کنک به او طرف رفتم، باز گفتم نیبودم. خیر از پشت شکن اگر بریم امتیاز تا ببینیم. 3000 امتیاز به دست آوردی. تبریکت باشه. امتیاز خیلی عالی و خیلی بلندی هست. امید گزینه‌ای که به رنگ نارنجی هست یکی را انتخاب کن. گزینه 8. 8. شخصیت‌های علمی و فرهنگی افغانستان. ردش میکنی؟ رد میکنی؟
امید گزینه را رد میکنم. ببینیم حسیب میخوای جواب بده این گزینه را. خب بس من خودم میخوام انتخاب کنم شما. این گزینه رد میشه و میخوای که حسیب دیگه انتخاب داشته باشه از بین گزینه ها. شماره 21. 21 را انتخاب میکنم. میبینیم ورزشکاران جهان. اشین بولت. چی؟ اوسین یا اش خدا کنه که امتیازم از خاطر کنم. اشین بولت تیزرفتارترین مرد حاضر جهان، زنده جهان. اوسین بولت هم میگن، اوسین بولت هم میگن. میبینیم نتیجه را. آفرین حسین. تشخیص کاملا درست و بازم خودت امتیاز به دست آوردی. میخوای امتیاز تا ببینی؟ چرا نه؟ 3000 امتیاز به خودت هم تبریک باشه حسیب. امتیاز خیلی خوبی هست. با صفی الله در 800 قرار داری، ولی متاسفانه امید پس ماند. نمیفهمم چرا، به خاطر که بالای خودش کمک باور نداشت. نه صفی الله، 3000 امتیاز خودت داری؟ بله. حسیب هم 3000 امتیاز داره. خودت میفهمی دیگه من چی میگم برات. دقیقه گزینه ها اینجا حالا در بین شما امید لد نخوره. کدام گزینه؟ گزینه 5 انتخاب میکنم. 5 پنج انتخاب شد. میبینیم رؤسای جمهور کشورهای جهان قبول یا رد؟ قبول میکنه. خب نام رئیس جمهور بر ما بگو. نامش بگو. رئیس جمهور کشور سربستان هست. اینکه نامش چی هست؟ اگر اسد بن سعد. اسد بن سعد. نتیجه نمیشه. متاسفانه صفی الله تشخیص درست نبود. خودت هم قبول داشتی دیگه جواب درست؟ بله قبول داشت، ولی بازم چوب نماندی. اون چیزی که در ذهنت بود اونم گفتی. گفتیم باشه یک جواب بده مقصد. چوب نمانی مقصد. سرجیو ماتارلا نام عزیز رئیس جمهور بود، رئیس جمهور کشور سربستان. صفی الله متاسفانه تشخیص دادن نتونست. حال میبینیم امتیاز چه که چند شد. 3000 امتیاز تبدیل به 2000 امتیاز شد. خدا کنه در انتخاب بعدی دقیق باشی و بتانی حداقل اگر 1000 امتیاز از دست رفته تا جبران کنی. انشالله. امید چقدر خوشمال میشی دیگه صفی الله به خدا درست 2000. نه والا خواهر چقدر پیش میرفت که من خوش میشدم چون دوستم از خوب از پیش برند. خب میریم گزینه ها و انتخابی که امید میداشته باشه. شماره 14. 14 را انتخاب میکنه. هنرپیشه های سینمای افغانستان قبول است. نامی هنرپیشه را برای ما بگو. قارایش کده که چی نفته. این هنرپیشه هر جایی که دیدشته همراه با آرایش بوده. خوب به دقت بیر به طرف تصویر. حسنا. حسنا سادات. حسنا سادات. نتیجه متاسفانه حسنا بود. حسنا چی گفتی؟ سادات. نه قبل از او؟ یوسفزای. خب بعدن سادات حسنا یوسفزای گفتی. وقت خود تمام شد. وقتی که گفتی سادات وقت نداشتی که ما وقت بخوایم قبول کنیم گپ خودت. از او کدامو حسنا میگفتی و چوب میمادی شاید که برات جواب درست میگرفتی، ولی متاسفانه وقت تمام شد و خود جواب درست برای ما دادی. نتیجه را بعد از وقفه میبینیم و انتخابی که حسیب هم داشته باشه. خوش آمدید به بخش سوم مسابقه IQ. حال امتیازها را میبینیم، بعد هم میریم به طرف حسیب و انتخاب بعدی که داشته باشه. حسیب خود 3000 امتیاز داری، صفی الله 2000 امتیاز و امید متاسفانه با تشخیص درست برامون نتونست داده. 1000 امتیاز فقط باقی مونده از 2000 امتیازی که داشتن. خیر است امید. امید در دست نتی. نام خودم امید است. بود امید خیلی زیاد داشته باشی. گزینه ها و انتخابی که حسیب می داشته باشه ببینیم که حسیب خدای نخواسته کدام بلای سر امتیازش نیاره. شماره 20. 20 میبینیم 20. جهان شناسی. من ردش میکنم. ردش میکنی؟ از خیرش میگذری؟ میگذری. بگو من از خیر این گزینه میگذرم. این گزینه را حسیب رد میکنه. صفی الله خود جواب میتی گزینه را؟ من میخوام یک انتخاب دیگه داشته باشم. درست است. این گزینه بالکل رد میشه و از بین گزینه ها دیگه انتخاب از صفی الله.
گزینه 23 را انتخاب میکنم. 23. پرچم کشورهای جهان. رد میکنم. رد میکنی؟ بهتر است به نظر. رد میکنی؟ مطمئن رد میکنی؟ مطمئن است. خب رد میکنه صفی الله. نام خدا قدر کشور در جهان است که باز نشکر. خب صفی الله گزینه را رد میکنه و نمیخوای جواب تا به طرف گزینه‌ای که باقی مانده میریم و انتخابی که امید میداشته باشه. امید کدام گزینه؟ سی. سی را انتخاب میکنه. مکانهای تاریخی و دیدنی جهان. قبول. قبول میکنن. میبینیم تصویر از کجا هست؟ میتونه امید تشخیص بده کجا هست تصویر؟ در کشور ایران هست، در شهر اصفهان، یه جای بسیار دیدنی و تاریخی هست، زیادتر توریست ها از اینجا دیدن میکنن. پل مالان. کجا؟ پل مالان. گفتم در کشور ایران هست، در اصفهان. متاسفانه امید وقت تمام شد و نتونستی تشخیص بدی. 33 پل اصفهان بود. وقتی به طرف تصویر میدی شاید برای جوابش میامد که نام عظیم تانه چی باشه. خب. امید متاسفانه تشخیص داده نتونستی و امتیاز امید رو ببینی. امید صفر شدی. تمام امتیاز رو دست دادی. اگر وقت بود به طرف خود میام و میتونی شانسی برای امتحان کنی حداقل 1000 امتیاز هم میتونه کمی برات روحیه بده. حسیب و گزینه ها. 27. 27 را انتخاب میکنه. میبینیم حسیب گزینه 27 را انتخاب کرد. ببینیم چی هست. متاسفانه حسیب 27 را انتخاب کردی. صفر بود. یعنی که مثل هزار امیش صفر شد یا 1000ش صفر شد؟ میبینیم امتیاز یک بار خودت ببین صفر شد. یکی از گزینه های صفر ما که خود انتخاب کردی و 3000 امتیازت صفر شد. متاسف هستم در لحظات آخر برنامه خود 3000 امتیاز از دست دادی. ولی خودت خیلی با استعداد بودی، خیلی عالی پیش رفتی، تمام گزینه‌ها را به خوبی جواب دادی، ولی یک شانس هست دیگه که این لحظات آخر برنامه ما هم زیاد جگر خون شدم. خودت هم همونطور. صفی الله دیدی که حسیب تمام امتیاز خود از دست داد. هنوز دو گزینه صفر ما در برنامه باقی مانده. ما نمی‌خوایم که خودت هم صفر شوی. گزینه‌ها و انتخابی که صفی الله می‌داشته باشه. کدام گزینه؟ گزینه 9 را انتخاب می‌کنه. 9 را انتخاب می‌کنه. ورزشکاران افغانستان. قبول. قبول کردن و میخواین که تشخیص بدن. خب صفی الله نامی ورزشکار چی است؟ از ورزشکارهای سابقه کشور هستن، پهلوان هستن، اما متاسفانه نامشان ترینر تیم ملی بوکس افغانستان بودن، فعلا هم حیات نیستن و حال نتیجه را میبینیم. متاسفانه صفی الله خودت تشخیص درست برای ما ندادی. نام این ورزشکار عزیز عزیزی. دستکشاش هم ندیدی که در کدام رشته ورزشی بود. وقت برنامه هم تمام شد. اشتراک کننده عزیز خدا کنه که تا این لحظه اگر 20 دقیقه یا 25 دقیقه یا نیم ساعتی که در برنامه بودی خسته نشده باشین و از برنامه در کل راضی باشین. خیلی عالی و خوب پیش رفتین. امتیاز خوبی به دست آوردین. امتیاز هر سه اشتراک کننده را می‌بینید. صفی الله خودت 1000 امتیاز باقی ماند از تمام امتیازهایی که داشتی. حسیب صفر و امید هم صفر. برنده مسابقه امشب ما صفی الله است که تانست حداقل 1000 امتیاز از آن خود کنه. تبریک باشه به خود صفی الله و تشکر از حسیب و امید. وقت خوش داشته باشین. خدا نگهدارتان. سپاس از تمامی شما بیننده های عزیز. تا برنامه بعد خدا نگهدار.